1322-27 تیر طبق شناسنامه در تهران متولد شدم تو خیابون مولوی. خیابون مولوی بازارچه قنات‌آباد. مدت 18 سال اول عمرم هم در همون محله گذروندم. اونجا مدرسه رفتم، دبستان رفتم. خانواده‌ام معمولی بودن، مذهبی. پدرم اهل علم و فلان و اینجور چیزا اصلا نبود، ولی آدم حالا درستی بود. اون موقع شاید مثلا من قضاوت نمی کردم، یعنی متوجه نبودم، ولی بعدها وقتی که فکر کردم راجع به پدرم و خصوصیات اخلاقیش و این چیزا، اون چیزی که میتونم بگم راجبهش این است که مؤمن، مذهبی و درستکار، یعنی مؤمنی که به هر حال درستکار بود. مادرم هم که خیلی مذهبی متأثر و خیلی هم ما رو تحت تاثیر، یعنی بچه های خودش رو خیلی تحت تاثیر خودش قرار داد. یعنی تعصب تنگ نظری که به هر حال بعضی از زنها داشتن، مادر من هم داشت. و میتونم بگم که از وقتی که متوجه چیز تربیت خودم شدم، اعتقادات خودم شدم و برگشتم، سعی کردم دو مرتبه نظر بکنم، به این فکر بودم همواره که من خیلی چیزها رو باید کنار بگذارم از اون چیزایی که مادرم به من به حالا به انگلیسی میتونم بگم، ولی چون معادل فارسی نداره میگم unlearn. یعنی خیلی چیزا رو من از مادرم آموختم که باید من چیز میکردم، اینا رو رها میکردم و این کار خیلی مشکلی بوده. یعنی از اونایی که در بچگی مثلا بیاد نگاه کنه ببینه که مثلا جا نماز منو نگاه کنه ببینه که مثلا من نماز خوندم یا نخوندم، چک کنه دائم، و چون خیلی میترسید، وحشت داشت از اینکه میترسید از اینکه مثلا من خب چیز میرم به جهنم اگر مطابق اون چیزایی که، و این ترس، ترس از جهنم، نه مثلا حجابش، مثلا وحشتی که این داشت از اینکه مبادا چیز باشه، یه تار موش رو مثلا یه کسی ببینه، دیگه این دیگه تمام عاقبت آخرت خودش رو چیز کرد. یعنی اینقدر حالا تو تمام چیزا، و این به تاثیر در تاثیر گذاشت در من. من میتونم بگم بیست و مثلا 17-18 سالم که بود، یه نسبت به تمام این چیزا بی‌اعتنا شدم، یعنی به اعتقادات دینی و اینا بی‌اعتنا شدم. نمیخوام بگم که بی‌اعتقاد شدم، بی‌اعتنا شدم و دنبال چیزای دیگه ای، دنبال چیزای دیگه ای، چیزای دیگه، نه منظور مثلا چیزای خوشی ها و لذت های زندگی، مسائل دیگری توی زندگی چیز میگم. مثلا دنبال روانشناسی بودم، دنبال شناخت مثلا خودم، شناخت فرهنگ ها، شناخت دنبال بیشتر این چیزا و به مسائل دینی و اینا. ولی بعد وقتی که چیز شد، یه چند سالی گذشت، دو مرتبه من برگشتم، یعنی برگشتم و چشم بسته تمام اون چیزهایی رو که خانواده‌ام به من
تحمیل کرده بود به یه نحوی، من رو بار آورده بود، به تمام اونا برگشته، من همه اون چیزها رو پذیرفتم و بعد یکی یکی سعی کردم اینها رو مثل با موچین آدم بخواد مثلا موار بگیم. یه وقت از شما مثلا ول میکنید، ریشتون رو نمیتراشید، میدارید بلند میشه، اتون کار نداری، یعنی بتراشید نتراشید، اعتنا نداری میگم. ولی یه وقت هستش که نه، حالا میایین میخواین دونه دونه این ریشایی که تو صورتتون هست میخواین با موچین بکشین بیرون. من اینطوری اول به همه چیز رجوع کردم، همه چی رو حالا پذیرفتم، ولی بعد به یه نحوی ناگزیر شدم که چیز کنم، اینا رو عرصی کنم در خودم، یعنی این همه با خودم، من کار نداشتم با دیگران، با یعنی تبلیغ چیز بکنم، کسی رو بخوام هدایت بکنم، کسی رو بخوام آموزش بدم، من مسئله همواره مسئله خودم بوده. من حالا به مراجع مادرم گفتم، ولی مادرم پدرم اینطوری بودن، ولی در خانواده من در واقع تا 3 سالگی خواهر بزرگ من منو نگهداری میکرد، در واقع من در آغوش خواهر بزرگم در خانه تا 3 سالگی رسید. بین خواهر من و خود من 17 سال فاصله بود و تو این 17 سال 5-6 تا از بچه های مادرم مرده بودن، یه ساله، دو ساله، سه ساله می رسیدن و سرخک می گرفتن، مخملک می گرفتن و بیماری عفونی می گرفتن، اون موقع که آنتیبیوتیک و این چیزا نبود می مردن. و دیگه چقدر چیز کرده بودن که نظر و نیاز و اینجور چیزا که به هر حال ما مثلا بمونیم دیگه. این بود که همواره دیگه برای خود منم محسوس بود که چقدر دست و دل مادرم میلرزید در مورد من. حالا مثلا یکی از خاطراتی که از مادرم شنیدم مثلا نقل میکرد، میگفت یه بار یکی از این بچه هاش تب کرده بود و از این ور خیابون تو کوچه اومد بره اون ور خیابون که بره زیر بازارچه مثلا یه دکتری بود، بچه‌شو ببره دکتر. میگه مثلا از خیابون که رد شدم تو بازارچه داشتم همطور هراسون، حالا چادرم مثلا یه به دندونم و بعد همینطور مثلا چیز میکردم میرفتم، بعد یه دفعه دیدم مثلا بچه تو بغلم سرد شد. از این به هر حال اینا باعث شده بود که خیلی مادرم نسبت به من با احتیاط. خواهر بزرگ منم بود و من در آغوش ما خواهر بزرگم، چون یادمه مثلا منو حتی میبرد با خواهرم، من خاطرات یادمه میمدم مثلا سر خیابون منو میآورد، صبح زود شطورای که بار میآوردن از میدون گمرک، میدون همی سلطان مثلا میبردن میدون گمرک، شطورا با بار مثلا میوه با تره بار و اینا با شطور میبردن. اینا رو خاطراتیست که با خواهرم یادم. یا مثلا وقتی جنازه رضا شاه رو بردن، مثلا من بردن تو خیابون مثلا میدیدم که مثلا از این حوادثی که چیز بود. ولی به هر حال با خواهرم خیلی من نزدیک بودم، خیلی شاید بیش از هر کسی هم، چون نسبتا هم زود فوت کرد، فقدانش برای من خیلی دردناک بود. برادری هم داشتم که بزرگتر از من بود و در واقع من همواره خاطرات بدی ازش دارم، برای اینکه با من خوب تا نمیکرد. حالا من بعضی از خاطرات خودم هم نوشتم این برنور. به هر حال این خانواده بود که من درش بزرگ شدم. مدرسه ابتدایی در یه مدرسه به نام مدرسه شریعت بود،
میرفتم نزدیک من دبیرستان به دلیل اینکه مثلا برادرم بچه‌شو می‌خواست بفرسته یه مدرسه خیلی متعصب بود برادرم در اوائل خیلی تعصب مذهبی و این چیزا داشت بچه‌شو می‌خواست بفرسته مدرسه اسلامی منم از اون مدرسه در آورد که بتونم بچه‌شو ببرم به اون مدرسه با اون مثلا بریم به نتیجه در یه فاصله دورتری مثلا از خونه من دبیرستانم رو رفتم مدرسه جعفری که متعلق به جامعه تعلیمات اسلامی من خاطرات خوشی ندارم از دوران دبیرستان حتی میتونم بگم که شاید میتونم بگم بیزار بودم از مدرسه و با وجود اینکه از یه سنی علاقمند شده بودم که واقعا درس بخونم کلاس دهم یازدهم که شده بود دیگه علاقمند شده بودم که درس و قبلش کتابخون بودم یعنی هر چی گیرم میمد میخوندم اون موقع هم کتاب متناسب با سن نبود مثلا این چیزایی که من دارم میگم دهه 30 من مثلا از گمو کنم سن 10 11 سالگی شروع کرده بودم به کتاب‌های خارج از کتاب‌های درسی خوندن چلتوتی و نمیدونم امیرارسلان رومی و اینجور چیزا هر چی دستم از تو کنار خیابون نمیدونم اینا میدیدم میخریدم کتاب فروشی کتاب فروشی تعدادی بود اون موقع در تهران نزدیک مخبر دوله و اون طرفا چیز کتاب فروشی بود که گاهی هم مثلا من میرفتم سر میزدم یه خورده بزرگتر شده بودم کتاب میخریدم اینا ولی کلن کتاب فروشی که بعدن مثلا در تهران کتاب فروشی پیدا شده اون موقع نبود سواد هنوز اونطوری عمومیت اونچنانی پیدا نکرده بود کتاب اونطوری چیز نبود به هر حال کتاب های مجلات داستان هایی که توی مجلات مثلا این رمان های سریالی که همینطور چیز میکردن حسین قلی مستعان این هر چی از این کتاب ها بود من در واقع اینا رو میخوندم ولی درس زیاد علاقه به چیز نداشت ولی از کلاس مثلا ده یازده و اینا نه از واقعا علاقمند شدم به درس خوندن و متانب در مدرسه موقع امتحان آخر سال که میرسید میرفتم در رو به روی خودم میبندم هیچ جایی نمیرفتم میشستم همه کتاب ها رو خودم برای خودم میخوندم و میرفتم قبول میشدم تا اینکه من بعد از اینکه دیپلم گرفتم یک سال زبان خوندم زبان انگلیسی خوندم میرفتم به انجمن ایران آمریکا اون موقع بود سراشاه که حالا بهش میگن شاه جمهوری اونجا انجمن ایران آمریکا بود و هر روز میرفتم اونجا و تمام دوره اونجا رو من یک ساله هیچ کار دیگه نمیکردم فقط انگلیسی میخوندم بعد اومدم کنکور دانشگاه شیراز رو دادم اون موقع دانشگاه شیراز شده بود اولین سالی بود که شد دانشگاه پهلوی بود 150-60 نفر دانشجو میخواست برای همه رشته ها کنکورش مخصوص خود دانشگاه بودن و من امتحان دادم و قبول شدم اون رشته ای نبود اون موقع شما وارد دانشگاه چیز بود کنکوری بود که همینقدر که شما بتونی بری تو دانشگاه و بیشترم تاکیدشون روی زبان انگلیسی بود برای اینکه بعد کلاسایی که می‌خواستن چیز آموزش بدن می‌خواستن به انگلیسی بیشتر چیز کنن آموزش بدن منم چون خب یه پشوانه نسبتاً خوبی توی انگلیسی پیدا کرده بودم قبول شدم و جزء همون 150-60 نفری که اون سال گرفتن بعد رفتم شیراز و یه مدتی هم شیراز بودم یکی دو ماه شیراز بودم اون موقع هیچی نبود در شیراز
دو سه تا خیابون، سه چهار تا خیابون از کریم خان زند و اینا. من وقتی که سه چهار سال پیش رفتم اصلا تعجب کردم، حیرت کردم، یه همچی شهری مثلا چه خاطره‌ای که من از شیراز داشتم، مثلا یه ده بود. به هر حال اون موقع هیچی نداشت، دانشگاه نه خوابگاه داشت نه چیزی داشت. من مجبور بودم مثلا، تازه داشتن اینا رو میساختم، مجبور بودم بیام وسط شهر مثلا نزدیک همین گاراژای اتوبوسا و اینا توی محمود خونه بالای شهر. نه من، بقیه چیزام هم تو، چون هیچی نبود. خلاصه من ول کرد، رها کرد. بعدم درسایی که چیز میکردن، بعد شروع کردم به شیمی و مثلا درس گذاشته بودن، یادم درست شیمی، منم از شیمی مثلا بیزار بودم. اومدم تهران و بعد با از طریق خواهرم پدرم متقاعد کردم که من برم آمریکا درس بخونم. قبلش یادمه که فکر کرده بودم برم آلمان، ولی یه نفر رأی منو زد، یه دانشجویی که در آلمان چیز میکرد، نه یکی از بستگان دو، این رأی منو زد و من دیگه هم انگلیسی رو چیز کرد گذاشتم پشتش. و هم به هر حال اون زمان خیلی آمریکا تو بورس بود میتونیم بگیم، و به همین دلیل هم من رفتم آمریکا.